هموطنان عزیز سلام، در قسمت از جغرافیای زمین که شما زندگی میکنید صحتمند و خوشحال و با عزت باشین. عید بازم برای همه شما مبارک باشه. امشب میزبان دکتر صایبای عزیز هستیم، یک کف و افتخار کسایی که همیشه شما را تداوی میکنن و شب روز در خدمت شما هستند. و معرفی بشیم با این دکتر صایبا. اول استقبال داشته باشین فامیل عزیزی را که سرتیم از اینا استاد نجیب است. سلام برات دکتر نجیب، خوش آمدید. شکر قاسم جان، عرض سلام خدمت شما، گوینده بسیار خوب، حاضرین در تالار و تمام هموطنان عزیز ما و دوستان نازنین ما که در تیم مقابل ما هستند. دکتر رقیه عزیزی خانم ماست، دکتر شریفه جان همکارای ماست. خب خب بسیار خوب، دکتر رقیه همسر شما هست ان شاء الله. خب خب ما گفتم که چرا میلرزین. استقبال داشته باشین فامیل دبستان بوعلی را که سرتیم از اینا دکتر فردیس. از دکتر فردیس سلام برات، خوش آمدی، عیدت مبارک. تشکر قاسم جان، عیدت تبریک باشه. عید شما مبارک باشه. روزه گرفته بودی یا نه؟ من روز اول خوردم دیدم که میتونم بازت آمد دادم. عید هموطنان عزیز ما در هر جایی که هستن یک عید خوب خوش را برشان خواهان هستیم. انشالله که روزهای عید از تجمعات ببینین ما ایجاد بدون ماسک نامدیم، چون برنامه است قاسم جان دیگه. بله بله. مجبور هستیم که دیگه بله بله. ماسک همراه اختار دادم در جیبایشون بود، مدیدم کشیدن. تیم معرفی میکنم اگر اجازه شما باشه قاسم جان. دکتر صاحب پرنیا متخصص نسای ولادی، دکتر صاحب مشتبه صوفی دیگه یار قدیم، اگر چیز ریسفید شده خب خیر است، مالج امراض داخله. بفتخارشان کف بزنین. سوال ها را امشب آغاز میکنیم. ما دیگه سوال ها را در جیب خود آوردیم امشب، چون سوال ها بسیار زیاد محرم بوده، گفته دکتر سپردیز بسیار زیاد نقال مطلق هم بوده در دوران مکتب، به او خاطر گفته سوال ها را متوجهش باشین. پس هفت جواب برای این سوال نهایی شده که سوال اول است و دو سر تیم یک استقبالک داشته باشین دیگه. وا وا چی یک سوالی است، وا وا چی یک سوالی است. دکتر سبرقیه هم است، شما در این سوال یک ذره احتیاط کنین. هنرمند از طبقه اوناس افغانستان نام ببرید که میخواهید مریض شما باشد. سرخ نشده. سرخ شد. آریانا سعید. خانم رقیه. خانم رقیه این رقیم میکنه یعنی تخمپزی یادت نره. آریانا سعید میخواهید که مریض باشه. اوه. شما شاید بسیاری مریضا را در شفاخانه عملیات کرده باشین، تداوی کرده باشین، دست و پایشان بنداژ تاو داده شده باشه. این امتیاز که برآمد، من خودتان در شفاخانه در حالت مریضی میبینم. معذرت میخواهیم دکتر صاحب. به طرف فامیل سعی کنین میرین و یا واگذار میکنین. بفرمایید. دکتر صاحب بفرمایید. دکتر صاحب رقیه یک هنرمند زن افغانی نام ببرید که میخواهید مریض شما باشد. خانم نغمه. خانم نغمه را میبینید. نغمه. خانم نغمه. هنرمند زن افغانستان نام ببرین که دوستان مریض شما باشه. غزال عنایت. گود. کدام هنرمند از طبقه اوناس افغانستان دوستان که مریض شما باشه؟ با سیل کنم این طرف یا نه؟ یک سیل کنیم، یک سیل کنیم. اجازه بگیم. بفرمایید. مجده جان جمالزاده. خلاص در پولی تخمپزی یک جروع ملاوه شد. کف. هنرمند زن افغانی نام ببرین که دوستان مریض شما باشه. فرزانه ناز. یک مشوره یک شما داشته باشین، یک هنرمند از طبقه اوناس افغانستان باشه که مریض شما باشه، کی باشه؟ رویا. صحیح شد؟ اگه نیک شما مشوره که من برم. کل وزیر ساعت عمر سری ساعت تبدیل نکنین. هنرمند از طبقه اوناس افغانستان نام ببرین که دوستدار این مریض شما باشه. کی است؟ شبانه مهریار. دکتر سپرنیان. سیتا قاسمی. سیتا قاسمی. رضا سادات. غزل سادات. ای جونم مرگی. ای جونم مرگی. من فهمیدم که میخوایی که دبی بری به این بونه. غزل سادات میگن است. پس میبینیم که در بین گزینا شماره 7 و 6 و 4 و 3 کدامش باز میشه و یا هم چلیپای دبستان بوعلی نصیب میشن نمیشه. وا وا بیشک غزل سادات است. شماره 7 کامپیوتر باز کو. شبانه مهریار شماره 6. زیبا حمیدی شماره 3.
سیتا قاسمی. میریم به طرف سوال دوم برنامه. بین 100 نفر این سوال 5 جواب برای خود گرفته. دکتر صاحب پرنیان و دکتر صاحب رقیه را یک استقبالک ایدانه داشته باشید. مکمل این سوال برای خودتان است. معمولا در بالای سر تخت یک مریض کدام وسایل دیده می شود؟ آلی فشار. یس. خوبش دکتر صاحب. معمولا در بالای سر تخت یک مریض کدام وسیله دیده می شود؟ مانیتور. مانیتور که لدو بازی کنه. مانیتور، مانیتوری که اتمنم او شارک است. امتیاز شما بلند است. میرین بفرمایید. معمولا در بالای سر تخت یک مریض کدام وسایل دیده می شود؟ وسیله تهویه اکسیژن. یس. معمولا در بالای سر تخت یک مریض کدام وسایل دیده می شود پردیس؟ دیسی شاک. دیزی شاک هموز که اوتوگای کار را بغل اکش کنید. اونمو که یک قرط می پرانه تا. اوتو، دو دانه اوتوگای کاک هست. یس. معمولا در بالای سر تخت یک مریض کدام وسایل دیده می شود؟ دکتر صاحب. پای سیروم. سیروم. معمولا در بالای سر تخت یک مریض کدام وسایل دیده می شود؟ سویچ امرجنسی. سعی نکو. دکتر صاحب چراغ، چراغ باید باشه که آدم صحیح کار کنه. یک دکتر بوده که میگه که همیشه مریضا رو که عملیات میکرد باز پوز خودم میپیچون نقاب میپوشید. باز پرسان کردن سر تایی میشه که چرا این کار رو میکنی؟ گفت اگر مریض خطا خورد یعنی که پس زنده برام با مر نش کاسه. چراغ هست میگن نیایا. خوبست جوابایی که باز شده ببینید شما. کامران مقبول زیبای ما بیا. خودت خداوند صحتمند و خوشحال داشته باشه. خصوصا در عید وقتی که خودت مریض بودی در بالای سر تخت خود چی را میدیدی؟ کدام وسیله را میدیدی؟ اوه چی را میدیدی؟ شیر جوشک چی میکنی تو؟ خب فهمیدم گول از خانه آورده بودن که با بچه هایی که تزراک جور شدی شیر بیاره. اما تو بسیار فقیر آدم هستی، تو بسیار مایوس و بسیار دقیق تو زجر شده. کامران مقبول زیبای از طرف من فقط یک آی لویو هست. بس بازم خوش آمدین. اید برای همه شما مبارک باشه. تا عبادات شما در رمضان انشاءالله قبول درگاه حق باشه. خدا کنه اید یک اید خوبی و خوشی برای تمام مردم افغانستان باشه. و در این قسمت برنامه بر شما پیشنهاد میکنیم از اکسبول انرژی درینک استفاده بکنید. اکسبول دارای ویتامین های گوناگون است. سیستم عصبی و سیستم ایمنی بدن شما را تقویت میکند. هفته دو آیفون 12 را هم از طریق 456 برای شما تحفه میده. و در این قسمت برنامه میریم به طرف سوال سوم برنامه که بین 100 نفر این سوال تانسته که 4 جواب بگیره. و استقبال داشته باشین دکتر صاحب مشتبه صوفی را و دکتر صاحب شریف را. این باز سوال ها مکمل تیبی است. یکی از دواهای مشهور را نام ببرید. پرستامول. پرستامول به شک دان والا دکتر صاحب یک سعی کنیم میرین یا واگذار میکنیم؟ واگذار کردن. این بالاخره ایت اتفاق دکتر صاحب رو منو دیدیم. یکی از دواهای مشهور نام بگیرین که زیاد مشهور است دوا نامش. یک انتی اسید. یک دوای مشهور نام بگیرین دکتر صاحب. بروفین. بروفین. اوه اگر یک گزینه دیگه باز شد دکتر صاحب 10000 افغانی دو موبایل از شرکت تجارتی خالد لمر. یک از دواهای مشهور را نام ببرید. دیکلوفناک. یک از دواهای مشهور را نام ببرید. امپرازول. امپرازول. برنده مرحله اول امشب فامیل دبستان بوالی. یس یس بسیار خوبه. تبریکتان باشه. 10000 افغانی که از طرف رو در رو بر شما تقدیم میشه و همچنان دو موبایل از شرکت تجارتی خالد لمر که امشب بر شما تقدیم میشه. یکیش دو سیم کارت و یکم دو سیم کارت پرایم. امروز سه تا بیار که صوفی صاحب جنگ میکنن حالا. و 10000 میشه که برای زو بتین باز. خب جا داره که یک تشکری هم بکنم به شرکت تجارتی خالد لمر، یگانه شرکت ملی است با اعتبار بین المللی در دنیای امروزه تکنولوژی. و تبریکتان باشه. شکر قاسم جان. یک کسی میگه که یک
معلم آمد به خانه شاگرد، گفتی شاگردت گفت اصلا گفت درس هیچ خوانده نمیتونه. گفت نوشتن چطور است؟ گفت نوشتن خو اصلا گفت خط خودم خوانده نمیتونه. گفت تو بچه‌م داینده دکتر میشه. از شما بسیار تشکر دکتر صاحب، لطف کردین که آمدین، بخیر باشین و امتیاز را شما گرفتین. ببخشید دکتر صاحب، صفر است و یک، اصل امتیاز 100 بوده، یک صفر که یک گم است، نوبتان دو زادو زیز بردن میشه. از شما بسیار تشکر دکتر صاحب، کارتون اول با دکتر صاحب یک کف بزنید برای شما. دکتر صاحب افتخار هستین. قدر دکتر وقتی آدم میفهمه که آدم مریض باشه. تشکر از اینکه ما گپ میزنیم، فاجعه کشیده رسید تو. خوب و دکتر صاحب افتخار هستین همتون. تشکر از اینکه به افغانستان خدمت میکنین. کلماتون نوری دیده آمدنتان، خواستیم که شما این پروگرام بیاین، یک چند لحظه خوش و خنده بکنین و خوش باشین. تشکر قسیم جان، خوب شما را از نزدیک دیدیم. قربان شما همچنان دکتر. خیالاتتان در سر ما بود. قربان شما، خدا نگهدار. و دوستان را از نزدیک دیدیم و به برنامه خوبتان اشتراک کردیم. قربان شما. شما. یک جان تشکر دکتر صبرقیه. تشکر. قربان شما. دکتر صبرقیه. شما هم چند تشکر. بسیار زیاد تشکر از شما. بخیر باشین. خوش آمدین. دکتر صاحب پردیس، تصمیم شما چیست؟ در مرحله نهایی دو نفر کیا خود بازی کردن؟ دکتر صاحب عزیزی یکی از متخصصین بسیار مجرب کشور ما هستند. به خاطر از اینکه کماتم چهره خودش خودت مطرس از ینگی ما خانمش نیست، اما خانمش اگر بیای خوب تر میشه. بسیار خوب، بسیار خوب. در رقم دکتر صاحب زریزی قصوری خان دیده قمی. نه والا یکم تو میتونی بازی بگوی دکتر صاحب. میگن که دکتر صاحب رقیه با کی خود بازی کرد؟ با دکتر صاحب مشتبه صوفی. بشور خیلی کف بزنین، بفرمایین. 500 هزار افغانی در خدمت دکتر صاحب رقیه و دکتر صاحب مجتبی صوفی خواد بود. دکتر صاحب مجتبی صوفی یکی از، به نظر من خودم یک تحلیل دارم، بهترین دکتر دکتری است که اول تداوی روحی را بلد باشه و دکتر صاحب مجتبی صوفی این تداوی را بلد است. برش کف بزنین. یکی از دوستای من دستش مایده شده بود دکتر صاحب. پیش دکتر رفته گفته این دست بسیار خطرناک است، این قسمت که مایده شده. اینا بسیار هم تو تلقین کرده کرده و اون نفر واقعا دستشون بسیار با مشکل مواجه شد و پیش دکتر صاحب رقم مرض خطرناکم که برا میگه تشخیص ده که این رقم مریضا روزانه 100 تا به شما میاد دکتر صاحب. ده امور رقم از دکتر صاحب یعنی تقریبا. یعنی اینا دکتر صاحب کسا مریضا رو بازی میتن هدف می بود. نه اینا بدون شوخی که دکتر صاحب تداوی روحی را بلد هستن. در این قسمت برنامه یک آهنگ یک نفر باید بشنوه و یکی از شما باید استیج من باشین تا اینکه 5 سوال جواب بدین. ما واگذار میکنم با دکتر صاحب، من میرم آهنگ میشنم. آهنگ میشنم. دکتر صاحب یک از قانون همی هست کسی که آهنگ میشنون اونو با تول زمزمه بکنن. فکر کنین من یک مریض هستم در نقصیم نوشته است که آهنگ گنجشکه که بر من زمزمه کنین. نه بازگو تو باشه حیات مریض اگر با یک آهنگ ما تداوی میشه ما تا شو برش باید میخوانیم آهنگ میخوانیم. این مشکل نیست. اینه فکر کنین که دمان شما کس مریض است؟ چی میخوین؟ خیلی دکتر صاحب پردیس براتون میخونه حالا کف بزنید برش. بیا دکتر صاحب، بیا بیا دکتر صاحب. نه امی تو مرا خیال کدام هنرمند کردی؟ چی رقم گپ است؟ امی تو یک اندام خوب، امی تو یک چهره هنرمندانه، باور بکنید. اگرچه شبهای عید است، لیکن من امو چیزی که در اعماق قلبم است، بله. یک دو کلمه است امو را خواهی میگم. بفرما. ره مرگ من کجایی؟ ره مرگ من کجایی که بسوی و شتابم؟ ره مرگ من کجایی؟ واو واو دیگه خب میفهمی موضوعش، خب میفهمی قاسم جان دیگه نظم خاطر راست میگه، راست میگه، دقیق است، دقیق است. من فهمیدم دکتر صاحب. خداوند شما رو جور سلامت صحتمند داشته باشه. بسیار تشکر. و دکتر صاحب مشتبه صوفی از شما خواهش کرد یک زمزمه بکنین. حال دکتر صاحب شما یک خواهش بکنین که اینا یک زمزمه بکنن. ما به خاطر که مصطفی جان صوفی برادر مشتبه صوفی صدایشان بسیار شباهت داره، یکی از آهنگای از دوره بسیار کوتاه برام اگر زمزمه بسیار گپ خوب میشه. آهنگ جوری ناجوری که بسیار هم مشهور هم است. بله والا باش خنده نکنین خب. نه 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 ما از اول میفهمیم خراب میکنین آهنگ. خیر است بخونین. یه دوری دوستی جی جوری ناجوری، نمیشه دل بر جانی، نمیشه بدون تو زندگانی، نمیشه. خیلی شد دیگه بس است. برو خیر است اگه خراب میکنی بیادر تسی دوستان نمیتونم. دکتر بس خود بسیار تشکر لطف کردی. برو آهنگ بشنام شما. قربان شما دکتر صاحب، بخیر باشیم. بفرم دکتر باشیم. نه تو میرم. دکتر صاحب. بلاک بانو برم. کامرامین مقبول زیبم شما که از اونا گپ بزنید. دکتر صاحب رقیه این مشتبه صوفی گپ مر نگرفت، ما میرم.
بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردم. چرا انتهی هستم؟ خوبه، بازم خوش آمدین. مرحله نهایی برنامه امشب رو در رو است. عید بر شما مبارک و عید بر شما هم مبارک باشه. سلامت باش خوارک، بر شما مبارک باشه، قربانتان. در قسمت برنامه پنج سوال مرحله دوم آغاز میکنیم با دکتر صاحب رقیه. دکتر صاحب پنج سوال از شما پرسیده میشه در جریان 20 ثانیه. دکتر صاحب همکار شما فعلا دکتر صاحب مشتبه صوفی یک آهنگ میشنون. دایرکتر میگه اگر رقم آهنگ میشنون فکر میکنی گودی پران تار میده. دکتر صاحب کل کارشون امو رقم است. شما آماده هستین دکتر صاحب؟ بله. پس 25 ثانیه را آماده کنین. یکی از کارهایی را نام ببرید که یک دکتر نباید انجام دهد. غیرحاضری در وظیفه. خوراکی را نام ببرید که یک دکتر همیشه توصیه میکند. سبزیجات. یکی از شفاخانه های مشهور شهر کابل نام ببرید. جمهوریت. معمولا فیس یک دکتر چند افغانی میباشد؟ 200 افغانی. یک نوع ماینه را نام بگیرید. آب فشار دیدن. یک نوع آینه را نام ببرید. آینه روی مذاق کردم بیا. یک چک چک. یکی از کارهایی را نام ببرید که یک دکتر نباید انجام دهد. شما گفتین غیرحاضری. ببینیم 100 نفر غیرحاضر چی میگن. 18 امتیاز. خوراکی را نام ببرید که یک دکتر همیشه توصیه میکند. سبزیجات. 28 امتیاز. یکی از شفاخانه های مشهور شهر کابل را نام ببرید. شما گفتین شفاخانه جمهوریت. 20 امتیاز. معمولا فیس یک دکتر چند افغانی میباشد؟ 200 افغانی. 30 امتیاز است. یک نوع ماینه را نام ببرید. چه امتیازی هم آمد؟ فشار دیدن. آی های 106 امتیاز. 10 امتیاز. دکتر صاحب چی یک امتیاز خوبی را تانستین که به دست بیارین. 94 امتیاز دیگه تا 500,000 افغانی انشالله بر شما میایه. انتخاب شما صحیح بوده با اون که انتخاب دیگه چطور است؟ او هم صحیحه. برشون کف بزنین. دکتر صاحب مشتبه صوفی را استقبال داشته باشین. حالا دکتر صاحب مشتبه میایه ببینین که چه رقم میایه. بسم الله. اوه دکتر صاحب خوش آمدین. سلامت باشید. 106 امتیاز دکتر صاحب رقیه تونسته که بگیره و فعلا 25 ثانیه برای شما زمان میتیم. در جریان اگر کدام جواب تکرار بگوین که قبلا گفته شده بود، این صدا است که میشنوید. این صدا را دکتر صاحب شنیدین و بعد از او باید جوابتون تغییر بدین. بله. آماده هستین؟ بله بله. 25 ثانیه را برشان آماده کنین. یکی از کارهایی را نام ببرید که یک دکتر نباید انجام دهد. برخورد نادرست با مریض. خوراکی را نام ببرید که یک دکتر همیشه توصیه میکند. میوه‌جات. یکی از شفاخانه های مشهور شهر کابل نام ببرید. باز یک برخان. معمولا فیس یک دکتر چند افغانی میباشد؟ 200 تا 300. یک نوع ماینه را نام ببرید. سی تی اسکن. و کفرشان حالا میبینیم. دکتر صاحب نزدیکتر با ما استفاده شوین. سوال اول پرسون کردیم. یکی از کارهایی را نام ببرید که یک دکتر نباید انجام دهد. شما گفتین برخورد خراب و ببینیم سروی چی میگه. 24 امتیاز و بلندترین امتیاز ازی بی‌حوصلگی است. خوراکی را نام ببرید که یک دکتر همیشه توصیه میکند. شما گفتین میوه‌جات. 22 امتیاز. بلندترین امتیاز سبزیجات است. یک از شفاخانه های مشهور شهر کابل نام ببرید. وزیر محمد اکبر خان. 18 امتیاز و بلندترین امتیاز ازی شفاخانه 420 است. معمولا فیس یک دکتر چند افغانی می باشد؟ 300 افغانی. 14 امتیاز و بلندترین امتیاز 200 افغانی است. قبلا گفته شده بود. یک نوع ماینه را نام ببرید. سی تی اسکن. 9 امتیاز. 193 امتیاز. 7 امتیاز دیگه کم بود و بلندترین امتیاز ازی ماینه خون است. خود مو اصلا چی که فکر عالم اومد مگه معاینات خوب بسیار زیاد است در تبابت. دقیق. ما تبابت متشکل از انواع و اقسام معاینات است. نظر به مریض است. بعد انتخاب دکتر است. بله. کمر تشکستان دکتر. خدا نکنه ان شاء الله که میشه صدمن باشه دکتر صاحب. شما بسیار تشکر. تشکر شما. لطف کردین دکتر صاحب. سلام پیامی باشه دکتر صاحب. خب اول خو ایده برای همه هموطنان عزیز تبریک میگم. امید دارم که در افغانستان یک سال سرتاسری بیه. همه ما آرام باشیم از نگاه روحی و روانی. دقیق. از وقتی که روح انسان آرام بود طبیعتاً بالا جسم هم تاثیرگذار است. به خاطر ما فکر میکنیم که ما با تکالیف روحی مختلف گرفتار هستیم. بله. که حتی در برخوردهای اجتماعی ما در کار روزمره ما تاثیرگذار بودن. ما از همه دوستا خواهش میکنم که وسط خود توجه داشته باشن. ساعت یک ودیعه الهی است، نعمت پروردگار است. هیچ وقت فراموش نکنن که زندگی را
برای پول نخواین، پول برای زندگی بخواین. همیشه برای خود حداقل چکاپ امید داشته باشن، در 6 ماه حداقل یک بار مریضای کوچک خود جدی بگیرن، پیش دکتر مراجعه بکنن. دقیق. و به خاطر امراض کوچک ابتدایی به خارج از کشور نرن و تا حد امکان کوشش کنن که غذای صحی بخورن، آب استفاده بکنن، ترکاری میوه‌جات بخورن و از غذای حجیم و بسیار زیاد که بر صحتشون نقص میکنه با مشوره دکتر رازی پرهیز داشته باشن. بخیر. یک معلومات بر دادم. دکتر صاحب شما بسیار تشکر. بخیر باشید دکتر صاحب. سلامت باشید. رای دروازی برآمدی تر. تیم خود میرم. میخوایم یک تشکر داشته باشیم از شرکت تجارتی خالد لمر، نماینده رسمی موبایل های کمپانی سامسونگ که امشب دو موبایل از این شرکت ها فامیلی دبستان بوالی قرض کردند. و همچنان میخوایم یک سپاسگزاری داشته باشم از اکسپول انرژی درینک که دکتر پردیس میگه ارشش از زیر ما خانه میخوایم که ببرم به خاطر اینکه اولادا گفتن از برنامه رو در رو اکسپول بری. امو رقم از دکتر صاحب و همچنان به استیج بزرگ رو در رو اگر میخواین که بیاین به 4-5-6 زنگ بزنین، شماره 6 شماره 2 شماره 2 رو فشار بدین، بعد از صدای بیپ نام سه نفر اعضای فامیلتون رو بگیرین. به دریا برین. برین دیگه. حالا سعی کنین که چی میکنین در دریا؟ در دریا که میرین آهنگای مقبول زیبا را بشنوین و همچنان برنامه های مقبول زیبا را میتونین که در سایت بشنوین. پریشان سنبولان هر تا مکه خماری.